آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت بحرانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان دست به کار شوند. دبیر کل سازمان ملل از حکومت کنونی افغانستان خواسته که به حقوق بشر احترام گذاشته و بر تعهدشان عمل کنند. از سوی سازمان حفاظت از کودکان گفته که 18% از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند کودکانشان را برای کارهای شاق و اجباری به بیرون بفرستند. بر بنیاد این گزارش در حال حاضر 1 میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارند. سهیلا یوسفی. شیر احمد که 60 سال عمر دارد و سرپرست خانواده 11 نفریش است، اینجا در گوشی از شهر کفوشی می کند. دستان ترکیده و چین و چروک وی حکایت از سنگینی کارهای دارد که او با این سن بردوش میکشد. روایت تلخ و دردناک از چالش های زندگی دارد. او از کمرنگ شدن کاروبارش شکایت دارد و میگوید که تنها در روز 40 یا 50 افغانی عاید میکند. روزگار فاز وقتی که تولد آمده هیچ کار روزگار نیست. اما پیش خوب بود کار روزگار و غریبی پیدا میشد، یک چند رفع ممخانه و یادر پیدا میکردیم که با میاتی مکا یک لغمه نان بخوریم. اول از صبح تا بیگاه میزنیم یادر 50 رفع، 60 رفع یا 30 رفع. ایت روز میشه 20 رفع کار میکنیم. کار روزگار گم شده میخی. ایت اولاد آمده ما در از امارت اسلامی میخواییم که کار روزگار به مردم پیدا کنه که مردم از کار روزگار از گشنگی مرده روی. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان گفته که افغانستان همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد. دبیر کل سازمان ملل همچنان از حکومت فعلی افغانستان انتظار دارد که امنیت و ثبات را برای همه افغانها فراهم کنند و حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان را به رسمیت بشناسند. ما در شرایط بحرانی مردم افغانستان را تنها نمی گذاریم. وضعیت در این کشور همچنان نگران کننده است. خواست ما از اعضای شورای امنیت این است که به خاطر مردم و امنیت جهانی افغانستان را تنها نگذارند و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور کمک های بشری فراهم کنند. خواست ما از حاکمان جدید افغانستان نیز این است که حقوق بشر را بر رسمیت بشناسند و اعتماد جهانی را با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به دست آورند. از سوی مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که بحران گرسنگی در افغانستان ممکن نسبت به 20 سال جنگ سبب مرگ بیشتر افغان‌ها شود. وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان واقعاً نگران کننده بوده و بدون شک که اگر ادامه پیدا کنه و مدیریت نشه میتونه که تلفات از او بیشتر از جنگ در بین مردم افغانستان باشه. بنابراین ما نیاز داریم که هرچی زودتر با برنامه های استراتژیک و منظور جلوگیری از فقر و بیکاری در افغانستان دست به کار شویم. با این حال سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که بیش از 1/5 خانواده ها در افغانستان به دلیل فقر و تنگدستی و کاهش درآمدهای خانواده ها مجبور شدند که کودکانشان را برای کار اجباری در روی جاده ها بفرستند. هرگز چیز شبیه به وضعیت ناامید کننده ای که در افغانستان وجود دارد ندیدم. ما هر روز بیماران را که به طرز وحشتناک بیمار می شوند و ماها چیز جز نان خشک نخوردن درمان می کنیم. فریده که یکی از کودکان کار در جاده است، جبر زندگی او را واداشته که به کارهای شاق رو بیاورد. او در میان همه ناهنجاری هایی که روزگار بر سرش آورده لبخند می زند. لبخند تلخی که حکایت های تلخ تر از زندگی و پرمشقت او را نمایان می کند. فریده می گوید که با درآمد 50 افغانی در روز مجبور است تمام مخارج خانواده 8 نفریش را تامین کند. چشمان پر آب و قلب پر درد فریده دل آدمی را آب می کند. تنها آرزوی او این است که به مکتب برود و در آینده یک آدم بزرگ شود و به تمام کودکان کمک کند. پدر من رفتگی است، مادر من غریبی میکنه، کار نیست. من میخواستم مکتب برم، کار وضعیت خانه ما خراب است، کار کرده نمیتونم.
پیش از این نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از وضعیت کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود در صورت که توجه فوری صورت نگیرد، این کشور با بحران بیشتر مواجه خواهد شد.